مهمترین دستاورد آموزشی ایران آموزشگاه های عشایری است. آنچه درباره این آموزشگاه های عشایری قابل توجه است این است که در تمامی گزینش های سراسری ایران شامل کنکورهای دانشگاهی کودکان عشایری از این مدرسه ها منظمن و هر سال بهترین نمره ها را می آورند و جایگاه های شایسته و برجسته را اشغال می کنند. گفته می شود قسمتی از این موفقیت آموزشی ناشی از این حقیقت است که کودکان عشایری ذهن بکر و نابی دارند که با ارزش ها و تعصبات جوامع شهری آلوده نشده و گره نخورده است. وقتی عشایر کوچ می کنند چادر دبستان ها نیز با آنها کوچ می کند. بیشتر آموزشگاه های عشایری در ایران در مناطق دورافتاده بیابانی و کوهستانی هستند. دانش آموزان در هوای آزاد و یا در چادر مدرسه ها ساعت های طولانی و معمولا از طلوع تا غروب آفتاب آموزش می بینند. The students in the tent schools insist on keeping long hours. Often they study from sun up to sun down. There's a tribal school song. یکی از سرودهای مدارس عشایری میگوید تخت سیاه تفنگ من است و گچ گلوله من. The message of the song is پیام این سرود برای پدران و مادرانی که خود بهره ای از آموزش نبرده اند به خوبی روشن است. آموزگاران مدارس عشایری از خود عشایر هستند. همه فکر و طرح آموزشگاه های سیار برای عشایر نیز توسط خود آنان پیاده و اجرا شده است. پس از 5 سال آموزش در زیر چادر دانش آموزان به دبیرستان می روند که مدرن ولی در این حال عشایری است. دکتر بهمن بیگی به وجود آورنده نظام آموزش عشایری میگوید عشایر که من خود از آنها هستم به مدتی بسیار طولانی فراموش شده و از همه چیز دور افتاده بودند و اکنون سزاوار همه آن چیزهایی هستند که ما میتوانیم به آنان بدهیم. دکتر بهمن بیگی مرد خوشایند و کم نظیری است و با اعتماد به نفس کسی که خوب میداند شغلش چیست عمل میکند. یک دلیل دیگر موفقیت آموزشی فرزندان عشایری روحیه قوی و شور و شوق آنهاست. آنها میخواهند درباره همه چیز بدانند. پس از فقط 2 ماه آموزش زبان انگلیسی در این چادرها بسیاری از کودکان چادرنشین از عهده نوشتن انگلیسی بهتر برمی آیند تا بعضی از کودکان انگلیسی با چند سال آموزش. They are in the garden. میگویند رقمی نزدیک به 8 نفر از هر 10 دانش آموز این مدارس در کنکور دانشگاه موفق می شوند. آمازون آفرهان راشد آمازون در کشور برزیل قرار دارد و با اقیانوس اطلس می ریزد و رود پارانا در کشور آرژانتین قرار دارد و به خلیج دریلابتا می ریزد و کانالی به نام کانال پاناما در مرکز این قاره کندن که آبهای اقیانوس اطلس و با اقیانوس کبیر متصل می کند.